30 خورده سال پیش، با اینکه از 40 سال پیش نظریه رو دادم، خیلی از دوستان می کاری کردن. بعد از من برادرم مسعود سپند چکامسرای بزرگ این کار رو کرد، در کار روزهای همون نخستش بود. بعد سودابه داریم اینجا، سودابه خانم، ایشون هنرمند معلم رقص، اینا پدرش از دست رفت، آقای اخباری رو دعوت کرد و بعد سنتور زد و بعدی گسترش پیدا کرد، الان در سطح جهان گسترش پیدا کرده. چی دیگه، کدوم آریایی ایرانی میاد قرآن و شیخ و ملا بیاره در سر خود؟ یکی دیگر از پیشنهادات استاد سیاوش اوستا که مدت هاست جهانگیر شده، خمیاگری و سپیدپوشی در سوی یاران است. استاد سیاوش اوستا در سال 1983 پیشنهاد کرد تا در سوی یاران و خیشان خمیاگری نموده و سپید بپوشیم و خود ایشان در سوی مادرشان با دعوت از گروه موسیقی عشاق آذربایجان شوروی بر روی کشتی در پاریس در برابر کلیسه نوتردام با حضور شخصیت‌های برتر جهان آریایی چون دکتر کوروش آریامنش، دکتر مصباح‌زاده، دکتر میرشاهی، اریک ارکان و مهداد و مجید رکنی و ده‌ها مهمانیار دیگر و اعضای خانواده پرواز مادر را گرامی داشت. هادی خورسندی در این باره نمایشنامه زیبای تهیه کرد و در اسفراغ منتشر نمود که در همین ویدئو میبینید. از آن پس این شیوه جهانگیر شد و امروز چه در ایران و چه در خارج از ایران هم میهنان خردمند ما دانسته و یا ندانسته در تبعیت از استاد سیاوش اوستا چنین میکنند. فرهیختگان و پیامبران خرد چون دکتر کوروش آریامنش، دکتر مسعود انصاری، رضا فاضلی، استاد شجاع‌الدین شفا و استاد مسعود سپند و دکتر محمود رضایان در رابطه با این گونه نوپردازی های سیاوش اوستا به ایشان شادباش ها گفتند. Sacrifice.
تشریح هما نوشتن مادری که سالیان در روزر دیدار فرزندانش محبوب بود و در تحت بیمارزوی در مشهد زندگی را این بچه یه یه ایشون در پای سرسن با باور اینکه من پرواز روح و روان حیاتیگر برای انسانت سنت چکنی بزرگی در تاریخ سوگواری و عزاداری مفصوم به ایرانیان مونده و مراسم یادبود مادر را در سالانی مجدن که میشه جشنی استواج و تولد و کنسرت هست برگزار مونده و با پخش آهنگهای ایرانی هنرمندان که باید مادر خوانده بودن برنامه یادبود را آغاز نمودن. در پایان روی سخنرانی ملی و میهندوس یک سخنران ملی میهندوس از تاریخ برفتخار ایران و تاثیر افکار و اندیشه ها و ادیان ایرانی در اسلام سخن گفت. مراسم کهرانی مادر برای روزسن در لیه کشتی باشکوه با حضور جمعی از دوستان هنرمندان برگزار شد. از تصادف کار هنرمندان عزیزی که از آذربایجان اتحاد جماهیر شوروی سابق برای انجام کنسرتی به پاریس آمدند در این مراسم شرکت می‌کردند و موزیک و آوازهای حماسی و خوشی آذری یاد جاودان روح و روانهای انسان را گرامی داشتند. این سنت شکنی بزرگی در سوک عزیزی با آهنگ و پایکوبی و با او به جود بگویان با توجه همه حاضرین و دیگرانی که خبر آن را شنیدن واقع شد. آنگاه است که این شیوه فراگیر گشته و ایرانی جز به شادی نباشد و حتی در هنگامهای سخت زندگی با بزم آهنگ روح و روان حاضران را دیگرگون نموده و روان رفتگانشان را نیز چاره سازد. این که در منجله هما نشر هما که منتشر میشه از در پاریس در آمد من در اساس این یک طنزی نوشتیم ضمن بزرگداشت دارم آن گرامی مادر این رو هم بزرگ میدارم من که در مقابل این نوشته صاحب دل و صاحب رضا نه تنها کمترین گدایه نکرد بلکه با همون حالتی که اون مراسم رو در کشتی برگزار کرده بود در سوک مادرش با همون روحیه هم با این مقاله برخورد کرد و گفت به من که ما آزادی رو پاس بذاریم و قلم آزاده و تو هم هرچی دلت خواسته نوشتی. من اتفاقش براتون میخونم درباره همین مراسم توی کشتی اینجا برگزار شد. اینک گزارش خبرنگاری اسلامی ما همه را عزیز من از ارشین کشتی تفریحی شدم جنگی که برای ورود سن در طب پاریس در سوگ مادر که سالیان دراز از دیدار فرزندانش محروم بوده و در این بیمارستان در مشهد تخت بیاورده بوده و زندگی رو بیمار تخت به درود گفته با شما سخن میگویم. اکنون دستی موزیک مشغول نواختن مارش ایار مبارکباده میباشد و خواننده که صدایش آواز مرحوم همدانیان رو به خاطرها میآورد حتی به دوست مادر مادی ما چنین گونه میخواند امشب چه شبی نیست شب وفات است امشب مرحوم نما پیش بابات است
بعد از اون ازدواج رو اگر گفتید نگید اهم کهتو زبشتو که براتون ازدواج رو سبک آریایی آوردیم، اسناد رو رایگان پخش کردیم و میکنیم، هر کی دلش بخواد بگه براش بفرستیم سبک آریایی ازدواج کنید. همه مواردی که نقد کردیم به جایش چیز خوب آوردیم. حالا اگرم ما گفتیم شیخ و ملا و آخوند و سادات تازی اینا رو شما بذارید کنار، حتی نیایش های اوستایی براتون نوشتیم که نیایش داریم، در برابر اینها ما 50 تا اندیشمند و خردمند رو به شما معرفی کردیم که این خردمندان